پرزیدنت ترامپ فردا در کاخ سفید میزبان جوسپ کونته نخست وزیر ایتالیا است. آقای کونته که دو ماه پیش به این سمت منصوب شد، دولت مردی دستراستی و معتقد به ضرورت حفاظت از مرزها و هویت ایتالیایی است و به گزارش روزنامه واشنگتن پست، برخلاف سایر اعضای اتحادیه اروپا، متحد طبیعی دولت ترامپ شمرده می شود. هوشمند میفخری گزارش می دهد. ایتالیا یکی از نزدیکترین شرکای دفاعی آمریکا در ناتو است و یکی از 10 کشور بنیانگذار این نهاد به شمار می رود. ایتالیا به پیروی از خط مشی اتحادیه اروپا از توافق اتمی با ایران حمایت کرده است، اما بنا به گزارش ها به شرکت های ایتالیایی طرف قرارداد با ایران نسبت به قریب الوقوع بودن آغاز دور اول تحریم های آمریکا و خروج از بازار ایران قویا هشدار داده است. رهبران آمریکا و ایتالیا 20 روز پیش نیز در جریان کنفرانس سران ناتو در بروکسل دیدار کردند. با جوزپ کونته نخست وزیر ایتالیا دیدار کردم. مرد با کفایتی است و خدمات بسیاری به مردم ایتالیا خواهد کرد. به زودی با او در کاخ سفید ملاقات میکنم. 15 ماه پیش پرزیدنت ترامپ هنگام استقبال از پائولو جنتولینی نخست وزیر سابق ایتالیا از اقدامات امنیتی روم تشکر کرده بود. Italy is now the second largest contributor of troops. ایتالیا دومین کشوری است که بیشترین تعداد سرباز را به عراق و افغانستان اعزام کرده است. شخصاً از تلاش‌های ایتالیا مقابله با بحران پناهندگان، تثبیت اوضاع در لیبی و مبارزه با داعش تا نابودی کامل آن شبه نظامیان قدردانی می‌کنم. نزدیکی جغرافیایی ایتالیا به قاره آفریقا، سواحل ایتالیا در دریای مدیترانه را به صورت یکی از اولین مقاصد پناهجویان درآورده و به مخالفت با پذیرش بی‌رویه مهاجران در آن کشور دامن زده است. نخست وزیر ایتالیا نیست که با برخی از جهتگیری‌های اتحادیه اروپا به ویژه در مورد بحران پناهندگان شهرت دارد، معتقد است که باید تا حد امکان با پدیده قاچاق پناهجویان در دریای مدیترانه مقابله کرد. ماکرون era stanco, lo smentisco. Si vede abbiamo finito tutti tardi alle 5. اتحادیه اروپا مقررات جدید مربوط به مهاجرت و ضرورت کنترل مرزها به ویژه مرزهای آبی و دریایی را تصویب کرده است. بر این اساس تمام کشتی‌هایی که در دریای مدیترانه فعالیت می‌کنند، باید از دستورالعمل‌های جدید تبعیت کرده و در عملیات گارد ساحلی لیبی برای مقابله با قاچاقچیان انسان مداخله نکنند. جوزف کونته نخست وزیر ایتالیا، حقوقدانی 54 ساله و متمایل به راست در صحنه سیاسی ایتالیا است که سابقه کار دولتی ندارد و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز اولین نخست وزیر پوپولیست در اروپای غربی شمرده می شود. هوشمند میفخرایی، صدای آمریکا.